سلام برمه دوستان من میلادم با یک سری از آموزش دیگه از کانال یوتیوب رابین وب در خدمتون هستم تو این سری از آموزش ها میخواییم که با هم دیگه تدوین فیلم رو یاد بگیریم این سری از آموزش رو دارم به درخواست کاربرای عزیز توی کانال قرار میدم و از نرم افزاری که استفاده میکنیم نرم افزار شاتکات هست که من چند سال دارم از این نرم افزار استفاده میکنم یک نرم افزار سبک رایگان و اوپن سورس و روی اکثر سیستما به راحتی قابل نصبه این نرم افزار برای اون دست از عزیزانی خوبه که نمیخوان برای نرم افزارهای تدوین فیلم بابت لایسنس هزینه ای رو پرداخت کنن میشه گفت که این نرم افزار یک نرم افزار مبتدی رو به متوسط است و با چند تا کلیک ساده میتونید ویدیوی خودتون رو ادیت کنید این سری از آموزشات شامل ده تا ویدیو میشه و هر ویدیو مدت زمانش کمتر از پنج دقیقه است یعنی روی هم رفته شما میتونید در کمتر از یک ساعت این هم افزار رو یاد بگیرید برای نصب این افزار وارد سایت شاتکات میشیم شاتکات.org به این صورت از قسمت دانلود جایترین ورژن نرم افزار شاتکات 21 یک است و همجور که میبینید برای تمام سیستم عامل ها این نرم افزار قابل دانلود است. تو این کادر دانلود ما دو تا گزینه رو میبینیم یکی گزینه دانلود روی ویندوز و یکی هم یک نسخه قابل حمل برای اون دست از عزیزانی که میخوان این نرم افزار رو, رو روی فلش همراهی خودشون داشته باشن از لینک ویندوز اینستالر من نرم افزار رو دانلود میکنم به این صورت و میبینید که حجمش 80 مگ است بعد از اینکه نرم افزار دانلود شد اون رو باز میکنیم به این صورت و مسیرش رو مشخص میکنیم بگم یک شورتکات هم برای من توی دکستاپ ایجاد کن این سال رو میزنم بعد از اینکه مرحله نصب نرم افزار تموم شد گزینه کلوز رو میزنم به این صورت نرم افزار شاتکات روی سیستم من نصب شده نرم افزار رو باز میکنم تا با محیط نرم افزار آشنا بشیم به این صورت این نمای کلی نرم افزار شاتکات است اولین پنجره که باش کار میکنیم پنجره پلیلیسته که خود شامل سه تا تب مجزا هست یکی تب پلیلیست یکی تب فیلترها و یکی هم تب پرپرتیز که توی آینده با همشون کار میکنیم و کاربردشون رو میبینیم اینجا در واقع توی پنجره وسط من میتونم مسیر پروژه رو مشخص کنم که میام میگم توی دکستاپ باشه به این صورت و یک اسمم براش انتخاب میکنم به این صورت و گزینه استارت رو میزنم اینجا هم نواری رو میبینیم که میتونیم به صورت لایو پروژه رو که تدوین کردیم رو ببینیم تو این قسمت قسمت تایم لاین رو میبینیم که میتونه شامل چندین لاین ویدیو و صدا باشه به صورت دکمه استارت رو میزنم تو این پنجره سمت راستم لیست تمام پروژه رو میبینیم که با این نرم افزار شاتکات انجام دادیم و فرمت تمام پروژه به صورت MLT ذخیره میشه من میرم از منوی فایل اوپن فایل رو میزنم یا با کلیت های میان کنترل و او و یا اینجا میتونم از این نوار دکمه اوپن فایل رو بزنم به این صورت من از دکستاب توی شاتکات چند تا ویدیو دانلود کردم و میتونم اونا رو به نرم افزارم اضافه کنم میتونم اونا رو یکی یکی به نرم افزار اضافه کنم و میتونم کلا همه رو انتخاب کنم اون فیلم رو که میخوام ادیت کنم و همه رو به نرم افزار اضافه کنم و اینجا میبینی می لیست تمام فایل رو که من به نرم افزار اضافه کردم توی قسمت پلی لیست قابل مشاهده هستن و هر کدوم از فایل ها رو که میخوام با دبل کلیک کردم میتونم اینجا توی این پنجره اجرا کنم